درود بر شما بینندگان عزیز رسانه اینترنتی دنیای بهتر. خوش اومدید به یک برنامه ویژه مصاحبه‌ای که ما داریم با خانم ترانه رحمانی، بازیگر نقش اول تئاتر طاهره قرة‌العین که بعداً به صورت تله‌تئاتر هم ضبط شد هولوحش سال 2000، و این مصاحبه‌ای با خانم ترانه رحمانی راجع به این تئاتر داریم. و فقط من یه توضیحی بدم، طاهره قرة‌العین یکی از پیروان سید محمد علی باب بود و ایشون اولین زنی بودند در ایران که در زمان ناصرالدین شاه قاجار کشف حجاب کردند و در واقع سعی کردند زنان رو از این حجابی که هرگز در قرآن نبوده و فقط به دست علمای مذهبی برای سرکوب زنان اجرا شده، این رهایی رو از قید حجاب انجام بدن. میریم و ثانیه هایی فقط از تئاتر نمایش طاهره قرة‌العین رو میبینیم و مصاحبه خودمون رو با خانم ترانه رحمانی شروع به شهر آمدم و به محض ورود خدمت رسیدم که مژده آزادیتان را به شما بدهم. خیر جناب کلانتر، شما اشتباه میکنید. من میدانم که قضیه چیست. نه، شما محال است از اصل قضیه خبر داشته باشید. من حامل یک نامه از طرف شخص شاه که عمر و عزتشان برقرار باد هستم و یک مأموریت از طرف صدر اعظم. خب خانم ترانه رحمانی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما و ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان دنیای بهتر، خیلی تشکر میکنم از اینی که این وقت رو برای من گذاشتید که بتونم به تعدادی از سوالات شما جواب بدم. مرسی از شما که تشریف آوردید از شهر ملبورن در استرالیا، و بنده هم از شهر پرث در استرالیا مصاحبه رو تقدیم بینندگان عزیز میکنم. خانم رحمانی، اولین سوالی که خدمتتون دارم این هستش که وقتی از شما خواستن که نقش جناب طاهره رو در این تئاتر بازی کنید، چه احساسی پیدا کردید و چی شد که این رو قبول فرمودید، و در چه وقتی نقش پیشنهاد شد و چه در حین اجرای تئاتر چه احساسی داشت؟ تئاتر به این شکل شروع شد که جناب منوچهر فرید، چون ما با ایشون خیلی از قبل نزدیک ما میشینن و خیلی با هم آشنا بودیم از قبل، یک شب ما رو به منزل خودشون دعوت کردن و وقتی رفتیم اونجا من نگاه کردم دیدم 20 نفر دعوت دارن اون شب در منزل ایشون، و شب همون شب اونجا بودیم و شام دوره هم بودیم و ایشون بعد از شام فرمودن که من یه آیدیایی دارم برای اینی که میخواهم یه تئاتری در مورد جناب طاهره درست کنم، و الان مدت ها هست که در عروسی ها، در مهمانی ها، در جاهای مختلف دارم نقش ها رو برای خودم انتخاب میکنم، و این تعدادی که امشب اینجا دعوت شدن، من این تعداد رو از تعداد زیادی انتخاب کردم که من نقش ها رو فردا شب دوباره ما رفتیم منزل جناب فرید و ایشون نقش ها رو فردا شب به همه گفتن. البته ایشون خیلی لطف کردن که نقش جناب طاهره رو به من دادن، و واقعا خب نمیتونم بگم خیلی خوشحال شدم، ولی واقعا همه اعضای گروه در موقع تمرینا که ما هر شنبه و یک شنبه ما با هم دیگه، چون همه کار میکنیم اینجا، شنبه و یک شنبه ما تمرین داشتیم و این تمرینات حدود یک سال طول کشید. یعنی فقط این تمرین ها شنبه و یک شنبه بود
و اون شبی که دومی که ما رفتیم منزل جناب فرید، ایشون نقش جناب طاهره رو به من دادن و واقعا یعنی الان که میخوام در موردش صحبت کنم اموشنال میشم و باورم نمیشد. و البته نقش ها رو ایشون خودشون همه رو انتخاب کردن و از تمام آقایانی که در گروه بودن خواستن که از همون شب ریشاشون رو نزنن. همه ریش ها طبیعی بود، موها بلند طبیعی بود و در مورد من گفتن فقط چون موهاتو بلانده باید موهاتو مشکی کنی و میتونیم یه اکستنشن به سر موی تو وست کنیم تا بتونیم صورت جناب طاهره رو البته که من درست بشه این قضیه برای جناب فرید.